سلام خوش آمدید به برنامه شهروند خبرنگار برنامه شهروند خبرنگار یک برنامه اجتماعی فرهنگی هست که معضلات درون جامعه ار تصویر میکشه و رای برای شهروندان عزیزمان پیشنهاد داده میشه برای مف و یا کاهش این معضلاتی که درون جامعه ایمان وجود دارن اگر شما بیننده عزیز هم یک فرد مسئولیت پذیر هستین و دوست دارین مسئولیت خودتان را در قبال جامعه و مردم خود انجام بدین کافی هر زمانی که در منطقه زندگی خود یا در سطح شهر با معضلات اجتماعی فرهنگی رو برو میشین. از اونها عکس یا فیلم شهروندی بگیرین و به صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار تلویزیون چکاد برای ما بفرستن ما هم کوشش میکنیم این معزلاتی که درون جامعه ما وجود دارن و فرهنگ ما رو به نحو زیر سؤال میبرن اونها را از طریق صفحات اجتماعی خود به نشر برسانیم و صدای دادخواهی شما را به گوش مسئولان برسانیم و اما موضوع برنامه این هفته ما در رابطه با این هست که آیا یک شهروند خبرنگار تنها باید عکس و یا فیلم تهیه بکند و یا می تواند با نوشتن و ضبط صدا هم گزارش تهیه بکند البته که نوشتن یک مطلب در مورد یک مشکلی که در اون جامعه وجود داره هم میتونه یک گزارش باشه و هم میتونه یک فعالیت شهروند خبرنگاری باشه به شهروند خبرنگاران عزیز ما میتونن که با نوشتن در رابطه با یک مشکل بیاین یک گزارش را آماده بکنن و برای ما بفرستن که این هم یک فعالیت شهروند خبرنگاری محسوب میشه در کشور ما افغانستان بدون در نظر داشت که شما در چه منطقه یا در چه ولایت زندگی میکنین میتوان گفت که همیشه معضلات چالش ها فرصت ها و سوژه های خیلی زیاد وجود دارن که شما میتونین از اونها به عنوان فعالیت های شهرمن خبرنگاری استفاده بکنین و این موزلاتر تحت پوشش قرار بدن مثلا شما میتونین که داخل شهر برین و با کودکان کار کودکان بی‌بزائت کودکان دستفروش و یا کودکان تک دیگر با اینها صحبت بکنین و در رابطه با اینها یک گزارش بنویسین مشکلات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و یا آموزشی اینها چی هست چرا این کودکان مجبور شدن به سنین ابتدایی کارهای شاقر انجام بدن و از درس و آموزش خود عقب ماندن و مردم میتونن چی کاره برای اینها انجام بدن و نظریات شما برای راه حل این معضل چی هست؟ فراموش نکنین هر گزارشی که می نویسین باید یک پیام واضح و روشن برای مخاطب شما داشته باشه مثلا چرا شما رفتین و خواستین با کودکان کار صحبت بکنین و معضلات اونها انعکاس بدن؟ هدف شما از این کار چی بوده مسلما باید جواب ایر در گزارش خود حتما بنویسین تا وقتی مخاطب شما گزارش رو میبینه و یا گوش میکنه متوجه بشه که منظور شما چی بوده خب مثلا منظور شما ای بوده که مسئولین باید بیشتر به این موضوع رسیدگی بکنن مردم هم او به خصوص اوی دست مردمی که بودجه مالی دارن و وضعیت اقتصادی بهتری دارن باید این کودکان رو تحت پوشش قرار بدن چون اگر به کودکان توجه نشه باعث میشه که آینده بدتری داشته باشن و در سنین ابتدایی که باید مصروف آموزش درس و تعلیم باشن مجبور میشن. کارهای شاقه انجام بدن و سرپرستی یک خانواده رو به دوش بگیرن که این خود میتونه یک بار سنگینی باشه به دوش این کودکان پس برای ای که ما بتونیم یک کمکی به اینها بکنیم و بتونیم اونها از خطرها و آسیبهای روحی روانی که ممکن به اونها به وجود بیایه اونها رو محفوظ بکنیم باید برای اونها دادخواهی بکنیم و مردم هم باید به اینها توجه بکنن همچنین میتونن که یک سری موضوعات دیگری مثلا معضلات و مشکلاتی که زنان بی سرپرست درون جامعه دارن و یا هم بیکاری که متاسفانه ای روزها ما شاهد هستیم که بیکاری خیلی زیاد شده و افراد تحصیل کرده خیلی زیاد هستن که درس خور تمام کردن اما همچنان بیکار هستن و متاسفانه هیچ کار ندارن و یا افراد معتاده که ما میبینیم ای روزها در گوشه و کنار جاده ها و شهر هستن و روز به روز هم افزایش پیدا میکنن میتونن که کارزارهای آگاهی دهی به راه بندازین و یا با نوشتن در رابطه با مشکلاتی که اینا دارن در قالب یک گزارش و یا ضبط صدا به اینها کمک بکنین و صدای دادخواهی اینها را به گوش مسئولان و به گوش مردم برسانین که توان کمک دارن و یا هم باید مردم آگاه بشن که درون جامعه همچین مشکلاتی هست که اگر به اونها رسیدگی نشه باعث میشه که رفته رفته مشکلات اینا خیلی بیشتر بشه و جامعه ما آسیب بزنه همین افرادی که اعتیاد دارن متاسفانه روزا ما می که هم خانم ها و هم آقایان هستن که مشکل را دارن ما میتونیم آگاهی دهی بکنیم و مردمش تشویق بکنیم تا اینها کمک بکنن تا که به کمپ های ترک ایتیاد سپرده بشن و از این مشقت و سختی که تحمل میکنن نجات پیدا بکنن به هر حال میریم و در این بخش عکس شما را میبینیم مجددا برمیگردیم با ما همراه باشید عکس شما رو با هم دیدیم از شهروند خبرنگاران عزیز ما که زحمت کشتن در طول هفته گذشته از نقاط مختلف افغانستان برای ما عکس فرستادن خیلی تشکر میکنیم و میپردازیم به ادامه برنامه خود که در رابطه با این بود که آیا یک شهروند خبرنگار تنها باید عکس یا فیلم تهیه بکند و یا میتواند با نوشتن و ضبط صدا هم گزارش تهیه بکند از شهروند خبرنگار عزیزی که همیشه برای ما عکس و فیلم روان میکنن تشکر میکنیم و خوشحال میشیم از اینکه از این به بعد برای ما ضبط صدا و یا گزارش هم بنویسن و روان بکنن اما فراموش نکنین گزارش هایی که می نویسین باید ساده و بدون حاشیه و کاملا بیطرفانه باشه و میتونین در کنار ای که به مزالت اجتماعی فرهنگی درون جامعه میپردازین به جوانب به مثبت جامعه هم چنان نگاه بکنین مثلا همیشه نیاین یعنی از این مشکل از اون مشکل صحبت بکنین بعض اوقات میتونین در لابلای اینها از یک سری خبرهای خوشی که درون جامعه میشه یک سری جوانه به مثبتی که در جامعه هست همچنان صحبت بکنن مثلا میتونن در رابطه با شغل زدایی صحبت بکنن شغل هایی که درون جامعه وجود دارن و افراد میتونن به اونها دسترسی داشته باشن میتونن اینها به معرفی بگیرین با زنان و مردان کارآفرین صحبت داشته باشن و از اونها در رابطه با فعالیت های نبو پرسن چی فعالیت هایی میتونن انجام بدن و چی داد افراد میتونن تحت پوشش قرار بدن تا از بیکاری نجات پیدا بکنن از, گز... از نمایشگاه هایی که برگزار میشه میتونن برن دیدن بکنن در رابطه با اونها گزارش بین. و از افرادی که باعث شدن این نمایشگاه ها برگزار بشه و از غرفه عزیزی که در اونجا فعالیت میکنن و کوشش میکنن از راه حلال کسب درآمد بکنن فامیل خور تحت پوشش قرار بدن میتونن از اونها حمایت بکنن و در این اواخر نمایشگاه های خیلی زیاده در نقاط مختلف کشور ما خوشبختانه راه اندازی میشن که بعضی از اینها میاین و صنایع دستی زنان رو به نمایش میگذارن که خود میتونه باعث توانمندسازی زنان بشه و شرفن خبرنگاران عزیز ما میتونن اینها تحت پوشش قرار بدن بعض از اوقات در رابطه با مثلا وسایل و لوازم زراعتی میوه هست که میتونه باعث کمک و حمایت دهاقین عزیز ما بشه و روستانشینان ما یا هم در رابطه با مسالجات ساختمانی هست نمایشگاه های کتابی که برگزار میشه نمایشگاه های نقاشی که برگزار میشه حتما اینها برین ببینین و از اشتراک کنندگان نه همچنان میتونین که سوالاتی بپرسین و گزارش خیلی خوب و مثبت آماده بکنین مثلا در نمایشگاه کتاب وقت میرین میتونین یک گزارش در رابطه با اهمیت و ارزش مطالعه آماده بکنین و جوانان رو ترغیب بکنین تا که اونها هم مطالعه بکنن و از فواید و مزایایی که مطالعه کردن داره میتونین در قالب گزارش خود آماده بکنین و با ما بفرستین همچنین از کارزارهای نهالشانی که برگزار میشه هر سال در اول سال ما شاهد هستیم که کارزار نهالشانی برگزار میشه در سطح شهر و چقدر خوب هست که شما شهروندان عزیز انگیزه بدین به اونها اونها رو تشویق بکنین تا بیاین نهال بگیرن و در یا در حیات خانه خود یا در فضای سبز نهال شانی بکنن که همچنان باعث میشه فضای سبز ما خیلی کمک بکنه و همچنین باعث میشه که همه در یک امر خیلی مشارکت داشته باشن و شما میتونین از طریق نوشتن یک گزارش خیلی ساده و واضح پیام خود خور برای مخاطبین خود خور انتقال بدین و با اونها صحبت بکنین همچنین گفتم که میتونین در رابطه با اهمیت ورزش مطالعه کرده. در کتابخانه ها برین گزارش درست بکنین و در کتاب فروشی ها ببینین که آمار خرید کتاب در چه حد هست و مردم در چه اندازه دوست دارن به مطالعه بپردازن و یک چیز فراموش نکنین که هر زمانی که میخواین یک گزارش برای ما بنویسین بنویسین که از چه منطقه و از چه ولایت هستین تا ما هم بهتر بسونیم که او گزارش به برسونیم و آدرس شما را درو بنویسین همچنین اگر دوست دارین نام خود به همراه تخلص خود با فایل شهروندی که آماده میکنین برای ما بفرستین تا ما هم در شبکه های اجتماعی خود به نام خود شما به پخش برسانیم تا که وقتی زحمت میکشین و یک فایلر آماده میکنین به اسم خود شما به نشر بره میریم و در این بخش برنامه فیلم شما را میبینیم مجددا برمیگردیم تا آخر برنامه با ما همراه بشید بسیار دوستا گفتن که وضعیت رای ترکیه را برای من بگو خواستم وضعیت رای ترکیه و حالت فعلی خود یک چند کلمه شعر ناچیز برای تان بگویم از یکی در یک کو بیابان به چیز هستیم در دیگه کاغذ مغز پیدا نمیشه در قلم همی کنهای جبه که منابه دامی پیسوی پیس های تومن ایرانی که در کفش های قدای کفش ما قایم کرده بود در این ها شعر برای تان بگویم درد دل با دیده تر شدم بازیچه دست قشاور زدی تهرانم بسط افسون فرا خواند که راه خوب است و امکانات برابر به آزادی رسیدم و بدیدم درون موترش دوازده نفر زیب فکری نشستم من در آنجا داخلی موتر و چوکی پشت سر روان گشتیم به سوی شهر تبریز چو مولانا به عشق شمس دلبر زی تبریز هم به ماکو شد روانه راننده به خدا و پیامبر بسط رنج و تکلف ای عزیزان رسیدیم مرز ماکو عائل خر فیلم شما رو با هم دیدیم از شهران خبرنگاران عزیز ما که در طول هفته گذشته برای ما فیلم فرستادن جهانی سپاس و اما فراموش نکنید شهران خبرنگاران عزیز ما هر زمانی که میخواین برای ما فیلم بفرستین حتما یک سری نکات مهمی از قبل این که این فیلم در دقیقا در چه ولایتی گرفته شده شما در چه منطقه هستین و امروز که شما یک موزل تحت پوشش قرار دادین دقیقا چند شنبه هست و چی تاریخ هست اینها حتما برای ما بنویسین و سوژه مورد نظرتان را هم در ابتدا میتونین داخل خیلی فیلم به زبان خود بیان بکنین چون بعضی از معضلات که هستن نیاز به یک کمی تشریح دارن میتونن در رابطه با فیلمی که میگیرین وقتی که در حال گرفتن هستن میتونن در رابطه با اون سوژه هم صحبت بکنن و فیلم برای ما بفرستن اگر دوست دارین میتونن که نام و تخلص خود را برای ما بفرستن تا که فایل شما رو به اسم خود شما در شبکه های اجتماعی خود منتشر بکنیم. و ما میریم سراغ ادامه برنامه ایمان که در رابطه با این بود که آیا یک شهروند خبرنگار تنها باید عکس یا فیلم تهیه بکند، و یا با نوشتن و ضبط صدا هم میتواند گزارش تهیه بکند شما اه, یک چیز رو فراموش نکنین شهرمان خبرنگاران عزیز وقتی که میخواین یک گزارش رو بنویسین قسمی که قبلا هم گفتم گزارش شما باید ساده اه, بدون هاشیه و بیطرفانه باشه نه اینکه بیاین از یک جناح خاص تعریف بکنین اما جناح دیگر به زمین بکوبین مثلا قسمی که قبلا گفتم شما به سوژه کودکان کار میپردازین نه اینکه بیاین داخل سوژه خود خو مسئولینی که در این رابطه باید رسیدگی بکنن مثلا مسئولین کار و امور اجتماعی با اونها انتقاد بکنین یا, انها زیر یا اونها زیر سوال یا اصلا همچین کار نکنین و سوژه ای که منویسین کاملا بیطرفانه باشه و فقط اون موزل و اون مشکل که در اون جامعه ار میبینین انعکاس بدین تا بعدا برای خود شما هم مشکل ایجاد نشه و هم که همگی بتونن او گزارش شما رو ببینن و برخورد و برداشت درستی از گزارش شما داشته باشن و زمانی که گزارش رو منویسین مطمئن باشین که چیزی که منویسین اصل ماجرا دیدین و از اصل ماجرا می منویسین نه چیزی زیادتر و نه چیزی کمتر کم و اضافه اضافه و <applause> همیشه قبل ای که بخواین یک فایل به نشر برسونین از محتویاتی که داخل او فایل نوشتن و از نوشتاری که نوشتن کاملا مطمئن بشین نه ای که بیاین با یک معضل که دیدین شما شایدن به احساسی کرده و موضوع بخواین دراماتیک تر جلو یا روی خط خاص روایت بکنین و بعد ای که فایل خور تمام کردین حتما به یک سری سوالات پیش خود خود پاسخ بدین مثلا گزارشی که من نوشتم آیا حقیقی و منصفانه هست و یا خیر آیا تنها و چیزایی که دیدم نوشتم و یا کمتر و زیادتر کردم و دیگه ای که آیا اصل ماجرا رو نوشتم و یا خیر و حتما به این نکات توجه بکنن و قسمی که قبلا هم گفتم فقط کوشش بکنین او چیزی که میبینین و بنویسین و معضلات رو به تصویر بکشیم که واقعا درون جامعه ما این روزها باعث شدن فرهنگ ما رو به شدت زیر سوال ببرن و اگر اینها ادامه پیدا بکنن باعث میشه که در گذشت در آینده ها وضعیت جامعه ما خیلی بدتر بشه و هم میتونن که از جزئی ترین مشکلات درون جامعه شروع بکنن چون همه مشکلات جزئی هستن که آهسته آهسته رشد میکنن و باعث باعث میشن جامعه به سمت تباهی و بربادی بکشن پس به این نتیجه میرسیم که شهروند خبرنگاران ما میتوانند گزارش هم بنویسن پس امیدوار هستیم که از این به بعد در کنار فایل های شهروندی شما که ما دریافت میکنیم مثل عکس و یا فیلمی که برای ما بنویسین دوست داریم که از این به بعد ضبط صدا و یا گزارش هم برای ما بفرستیم. و میتونین که برین و با یک فرد که میخواین موزل شما تا حدی به او بستگی داره و یا هم که یک شهروندی از جامعه هست میتونین که با موبایل همراه خود خو با اون نفر صحبت بکنین سوال و جواب بکنین و صدا زبط ضبط بکنین و از او از روی صدایی که ضبط کردین یک گزارش ساده بنویسین و میتونین صدا هم همراه با او گزارش برای ما بفرستین اما هم, هم او در شبکه های اجتماعی خود به نشر میرسانیم و همچنین چیزهایی که در رابطه با نوشتن گزارش گفتم حتما اونها مرعات بکنین و میریم و با هم بخش آموزشی را میبینیم مجددا برمیگردیم و با همراه باشید همراهان عزیز برنامه شهروند خبرنگار سلام امروزه بسیاری از افراد که در فضای مجازی کار می کنند به حریم شخصی خود اهمیت زیادی می دهند و به هیچ وجه مایل نیستند که فعالیت ها و داده هایشان در دسترس وبسایت ها و یا افراد قرار بگیرد اما آیا چنین چیزی ممکن هست؟ زمانی که شما میخواهید به وبگردی بپردازید حتما باید در کامپیوترتان از یک مرورگر استفاده کنید حالا فایرفاکس اوپرا کروم و یا هر مرورگر دیگری زمانی که شما از مرورگرها استفاده می کنید و به وبگردی می پردازید یا در صفحات مجازی فعالیت می کنید، تمام فعالیت هایی را که شما انجام می دهید در بخش هستوری مرورگرتان ذخیره می شود. و بعدا اگر افراد دیگری هم به این کامپیوتر دسترسی داشته باشند می توانند تمامی فعالیت هایی را که شما انجام دادید از بخش هستوری مرورگرتان ببینند. اگر شما هم از آن دست کاربرانی هستید که به حفظ حریم شخصی خود اهمیت زیادی می دهید و دوست ندارید که افراد دیگر از فعالیت هایی که در وبسایت ها انجام می دهید آگاه بشوند ما را در ادامه همراهی کنید. بعد نیست بدانید راههایی وجود دارند که شما می توانید با استفاده از آنها به صورت ناشناس در وبسایت ها فعالیت کنید و هویتتان مخفی بماند. اگر شما هم دوست دارید این ترفندها را یاد بگیرید در ادامه برنامه با ما همراه باشید. من ابتدا بدون این که از و یا حالت ناشناسی در وبگردی استفاده کنم وارد یک وبسایت می شوم. خب مثلا من وارد وبسایت سیتیزن ژورنالیسم یعنی شهروند خبرنگار می شوم. وقتی وارد این وبسایت شدم به محتویات این وب سر میزنم و یکی از این مطالب را باز می کنم به طور دلخواه مثلا من روی این گزینه کلیک می کنم قابلیت های جدید انستاگرام برای جستجوی استوری و مبارزه با آزارهای آنلاین. بعد از انجام یک سلسله فعالیت ها در این پیج، از این وب خارج می شوم و این تب را می بندم. با خیال اینکه هیچ رد پایی از فعالیت های من روی مرورگر باقی نمانده. اما بعد نیست بدانید که در این گوشه مرورگرتان در قسمت هیستوری تمامی فعالیت های شما ثبت شده. از وبسایتی که دیدن کردید، موضوعی را که باز کردید و همچنین با تایم و زمان مشخص آن که شما می توانید تایم و زمان آن را در این گوشی صفحه ببینید. خب حالا من می توانم در این گوشی صفحه کلیک کرده و از گزینه ریموو فرام هیستوری این گزینه ها را از هیستوری خود ریموف و یا پاک کنم. اما شاید همیشه موقع برای انجام این کار نداشته باشیم. برای همین روی گزینه New انکوگنیتیو Window کلیک می کنم. با انجام این کار کاملا به یک صفحه محرمانه هدایت میشیم که برای ما گفته شما می توانید به انجام فعالیت های خصوصی خود در این پیج بپردازید و اگر افراد دیگری هم از این دستگاه استفاده کنند نمی توانند فعالیت های شما را ببینند. خب حالا وارد کادر جستجو شده و یک وبسایت را سرچ می کنم. وارد وبسایت تلویزیون چکات شده و می توانم به تمام محتویات منتشر شده از سوی این وبسایت سر بزنم. همه قسم که می بینید صفحه برای من لود شده. به طور مثال من روی برنامه شهروند خبرنگار کلیک می کنم و بعد از انجام این فعالیت ها تب را می بندم. سپس مجددا وارد صفحه مرورگرمان شده و در قسمت هیستوری مرورگرمان می رویم. همین قسم که مشاهده می کنید هیچ عنوانی را از وبسایت چکات در این قسمت نیاورده و به همین راحتی هیچ رد پای از فعالیت های شما هم در حافظه مرورگر سیف نشده. شما هم می از حالت نیو انکوگنیتیو ویندو استفاده کنید و به همین راحتی تمام فعالیت هایی را که دارید از دید دیگران پنهان بسازید. بینندگان گرامی اگر این برنامه و یا برنامه های قبلی ما را نتوانستید بیننده باشید می توانید به فیسبوک برنامه شهروند خبرنگار مراجعه کنید و همچنین ما را در یوتیوب چکات تیوی هم دنبال کنید اگر هم میخواهید فایل های شهروندی رو که برای ما میفرستید ببینید به وبسایت سیتیزن جورنالیزم و یا هم www.cjn.af مراجعه کنید و تمامی فایل های شهروندی خودتان و دیگر شهروند خبرنگاران را ببینید همچنین می توانید تمامی برنامه های تلویزیون چکاد را از وبسایت چکاد به نشانی www.chekad.tv بیننده باشید. سوژه ها مشکلات شهری و اتفاقات مهمی که در محل زندگیتان رخ می دهد را در قالب عکس و یا فیلم به ما ارسال کنید. ما هم آن را در وبسایت و یا بخش مهم خبری خود به نشر می رسانیم. فراموش نکنید هنگام ارسال فایل و تصاویر شهروندی خود برای ما حتما موضوعات کامل از قبیل محل رویداد و زمان آن را برای ما توضیح بفرمایید سپاس از همراهیتان با هم بخش آموزشی را دیدیم امیدوار هستم که این بخش مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه و فراموش نکنید برنامه شرفان خبرنگار یک برنامه اجتماعی فرهنگی هست که موزلات درون جامعه به تصویر میکشه و شما میتونید در کنار این موزلات یک سری جوانه به مثبت هم که درون جامعه میبینین و مثل که قبلا گفتم برگزاری نمایشگاه ها نمایشگاه های کتاب نمایشگاه های سنان و هر موارد دیگه ای که هست کارزارهای نهالشانی و غیره اینها و یا شاید هم کمک رسانی به مردم بی بزاعت اینها خیلی مهم هستند و میشه گفت که یک سری جوان به مثبت هستند که میتونن اینها را در کنار معزلات درون جامعه ببینین و به تصویر بکشین و برای ما بفرستین و ما هم چنان برای معضل هایی که درون جامعه هست پیش میکنیم کنیم یک سری راه حل های ارائه بدیم که میتونه کارساز باشه و صدای دادخواهی شهروندان ما را به گوش مسئولان برسانه پس اگر شما هم دوست دارین با ما همگام باشین و در راستا ما را کمک و شهروند خبرنگار ما باشین بتونین که از معزلاتی که درون جامعه هست چه در منطقه زندگی شما چه در سطح شهر از اونها عکس و یا فیلم شهروندی آماده بکنین و برای ما بفرستین ما هم کوشش میکنیم در شبکه های اجتماعی خود آنها به نشر برسانین و میپردازیم به ادامه برنامهمان که گزارش نویسی بود که آیا شهروند خبرنگاران میتوانن گزارش بنویسند و یا خیر خب ما از ابتدای برنامه به سری موضوعات اشاره کردم و گفتم که باید گزارش شما چه قسم باشه و به چه سوژه های میتونین بپردازین البته سوژه ها که خیلی زیاد هستن و در ادامه میخوایم به یک سری سوژه های دیگه هم بپردازم اما اگر میخواین بیشتر متوجه این موضوع بشین حتما میتونین یک سر بزنین به وبسایت ما که www.cjn.af هست که سیتیزن ژورنالیسم در افغانستان یا هم شبکه شهروند خبرنگاران افغانستان هست در اون ما یک بخش داره مخصوص آموزش شهروند خبرنگاری هست و میتونین از اونجا ببینین که چگونه میتونین فایل یا گزارش آماده بکنین و ببینین که فایل هایی که بقیه شهروند خبرنگاران هم برای ما میفرستن داخل این وبسایت هست و میتونین به اونها هم سر بزنین اونها رو ببینین و از اونها الگو برداری بکنین تا راحت تر متوجه موضوع و متوجه صحبت ها بشین همچنین میتونین از یوتیوب تلویزیون چقدر هم برنامه ما بیننده باشین و از فیسبوک شهروند خبرنگار هم میتونین برنامه ما بیننده باشین و فایل های شهروند خبرنگار رو همچنان میتونین از طریق این پل های ارتباطی ببینین و بیشتر با هایی که در نشر هست آشنا بشین خب در ادامه میخوایم به چند تا سوژه دیگه هم بپردازم که میتونین در اون شهر با اونها اکتفا بکنین و سوژه های خیلی مهمی هستن مثلا میتونیم که شما در رابطه با رعایت قانون ترافیکی یک گزارش آماده بکنیم که متاسفانه ما میبینیم این روزها به دلیل ای که شهروندان عزیز ما بعضی ها البته بی احتیاطی میکنن منجر به این میشه که صدمات خیلی زیاد به اونها وارد بشه و یا منجر به تصادف خیلی بزرگ میشه شهروند خبرنگاران عزیز ما میتونن در رابطه یک گزارش بنویسن یا با کارمندان ترافیکی که در سطح شهر ما میبینین هستن و مسئول سر سرک هستن میتونن با اونها صحبت بکنن و یک گزارش در رابطه بنویسن که بی احتیاطی میتونه سبب به وجود آمدن چه خطراتی بشه برای شهروندان و هم برای فردی که رانندگی میکنه و هم برای او آبر پیاده ای که در سرک هست میتونه که چی مشکلات به وجود بیاره و همچنین میتونین در رابطه با نظافت و پاکی شهر با کارمندان شهرداری تنظیف صحبت بکنین و یک سری راهکارهای بدین برای شهروندان که چگونه میتونه محیط زیست پاکتر و بهتر و شهری صفاتر و تمیزتر داشته باشیم حالا اگر شهروندان دوست ندارن بیاین و با کارمندان تنظیف کار بکنن و یا سرک رو, جا رو بزنن حداقل میتونن که زباله ها روی سرک وقتی که از ماشین رد میشن و زباله ها از شیشه بیرون پرت نکنن یا خیلی از افراد هستن که پیاده هستن و آبر هستن متاسفانه در طول مسیر اگر خوراکی میخورن یا پوش آب میوه و پوش کیک خور روی زمین میندازن و باعث میشن که چهار اطراف را کثیف بکنن پس میتونین به اینها هم آگاهی دهی بکنن در رابطه با رعایت قانون ترافیکی و حفظ محیط زیست میریم و با هم در این بخش عکس هفته رو میبینیم مجددا برمیگردیم با ما همراه باشیم تا به بخش پایانی برنامه رسیدیم و عکس هفته را با هم دیدیم عکس هفته از میان بهترین عکسهایی انتخاب میشه که شرفن خبرنگاران عزیز ما زحمت میکشند و در طول هفته گذشته برای ما از نقاط مختلف افغانستان میفرستند از حمایت شما و همکاری شما خیلی تشکر و سپاسگزار هستیم از اینکه برای حل معضل های اجتماعی که درون جامعه ما هست صدای دادخواهی خود بلند میکنین و آرام نمینشینین امیدوار هستیم که به این جمع بشه و افراد زیاد با خود همراه داشته باشیم از نقاط مختلف کشور تا معزلاتی که باعث میشه اونها رو آزار بده باعث میشه جامعه ما آسیب بزنه باعث میشه فرهنگ ما زیر سوال ببره و فرهنگ ما یک فرهنگ بد در مقابل بقیه کشورها جلوه بده بیایم همه با هم همگام بشیم اونها رو حل بکنن و یا حتی برای حل اونها صدای دادخواهی خود خور بلند بکنیم و به گوش مسئولین برسانیم و ما موضوع برنامه این هفتهمان که از ابتدا هم در رابطه با او صحبت های داشتیم در رابطه با این بود که آیا یک شهروند خبرنگار تنها باید عکس و یا فیلم تهیه بکند و یا میتواند با نوشتن و ضبط صدا هم گزارش تهیه بکند که البته جواب ما بله بود و از ابتدای برنامه به این موضوع پرداختیم که شهروند خبرنگاران عزیز ما میتونن در کنار عکس و فیلم و متن های انگیزشی که در فضای مجازی نشر میکنن و تحت پوشش قرار میدن میتونن از گزارش ها هم استفاده بکنن گزارش بنویسن ضبط صدا بگیرن و این کار فقط میتونن با موبایل همراه خود انجام بدن اصلا نیازی به کمره و یا دوربین نیست و فقط کافیه شما زمانی که داخل شهر میرین به موزل میبینین یا حتی خود شما بدون اینکه فرد مخاطبی داشته باشین بتونین خود شما صدا خور ضبط بکنین و برای ما بفرستین مثلا امروز ما در فلان ولایت هستم در فلان منطقه هستم جلو روی ما کلی زباله هایی که انباشته شده روی و باعث میشه که بوی بدی و همه منطقه در بر گرفته و یک فضای خیلی بد داده به ای گوشه سرک و با باعث شده که آبرین که از اینجا میگذرن حس خیلی بد پیدا بکنن مثلا در فلان ولایت در فلان منطقه هستم امروز همچین تاریخ و چند شنبه هست و بعد میتونین که سوژه مورد نظر خود رو هم بگین و بگین که خواست از شهروندان و از کارمندان تنظیفی است که به این مشکل رسیدگی بکنن و بعد میتونین او تصویر برای ما بفرستین و اگر که دوست دارین میتونین نام و تخلص خود خورم به همراه فایل برای ما بفرستین تا ما هم فایلی که شما روان کردین به نام خود شما در صفحات اجتماعی خود به نشر برسانیم و اگر دوست داشتین میتونین این فایل ها رو هم از طریق صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار تلویزیون چکال و هم از طریق وبسایت سی یا شهروند خبرنگاران افغانستان بیننده باشین و اینکه حتما امیدوار هستیم که از این به بعد برای ما گزارش بنویسین و گزارش هایی هم که بنویسین باسم تکرار میکنم که باید ساده بدون حاشیه و کاملا بیطرفانه باشه گزارش نوشتن قانون خاصی نداره دیگه یعنی نیاز نیه که من بگم که فقط باید ده خط باشه و یا ابتدا باید یک قسم شروع شده باشه انتها باید یک قسم باشه فقط در گزارشی که می نویسین کوشش بکنین که یک پیام برای مخاطب خود انتقال بدین مثلا منظور من از نوشتن این گزارش ای هست که همچین موزل درون جامعه وجود داره و اگر به این موزل رسیدگی نشه باعث میشه آهسته آهسته رفته بزرگتر بشه و مشکلات خیلی بیشتر به جامعه و مردم به بار بیاره پس خواهش ما از اولین و مردم شهر و شهروندان عزیز ای ولایت ای هست که به موزل رسیدگی بکنن تا باعث مح و یا کاهش این موزل بشه و این میتونه یک پیام واضح و روشن باشه برای مخاطب شما که میایه و این برنامه میبینه و میتونین یک گام خیلی مثبت هم بردارین برای تغییر مثبتی که درون جامعه ایجاد بشه و همه ما به این تغییرات مثبت نیاز داریم متاسفانه این روزها میبینیم که آلودگی محیط زیست روز به روز بیشتر میشه و یا مشکلات دیگه هست که درون جامعه به بار میایه و اگر که ما خود ما شهروندان صدای دادخواهی خود بلند نکنین مطمئن باشین کسی دیگه این کار انجام نمیده این بود برنامه این هفته ایمان که تقدیم حضور شما بینندگان عزیز شد تا هفته بعد که در خدمت شما هستیم شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش خداوند نگهدارتان باد e aí